واسه د عنوان جنبندی این بس یک تکنیکی را که به بیننده ها و کسانی که برنامه رو مشاهده می‌کنند، مخصوصا برادرای عزیز ما که در معرض ازدواج های اجباری قرار دادن، چگونه با خانواده برخورد کنند که همین خانواده از این عملشان دست بکشند و اونا را وادار به ازدواج اجباری نکنند. کدام تکنیکی وجود داره نداره؟ یک مذاکره، دو استدلال. مذاکره کنین، استدلال بکنین، قناعت بکنین و قناعت بتین. و خاطر که هر انسان میفهمین که بعضی جوانان نان نمیخورن خانه نه نه با او روش نمی او بسیار سابقه دار بود. ما گرچه که وقت کم است، اما یک کسی را آموخته میکردن میگفتن که به مرحله زن گرفتن شده یگان عکس العمل از خود نشان بده. ظرفا را بشکن در وزر محکم بده. من شروع میکردم که گلاس چای اوسم منداختم، کاسه ای که سر نان تیار می بود ایره قتل سرخان میزدم اوسم منداختم، تا ای که آهسته آهسته گفت یک کسی مامای می آمد ریش سفید بود، گفت یک بچه زن میخواه. او روش ها خیلی سابقه شده. بیاین بدور از هر بینش دیگه خیلی مسلمت آمیز دلیل میگیم، حجت میگیم، برهان میگیم. مغز انسان را بدور از ای که بازور بخواییم باز بکنیم، با منطق و استدلال دلیل و حجت و برهان میایم دلیل میگیم و طرف مقابل ذهنش آواز میکنیم. و اگر احیانا ما بدلیل نشد، راه اول قرار نیست که من شما اصلا از خداوند و بارگاه و درگاه خداوند دیگه قطع امید کرده باشیم. نکنن، قرار نیست که بر من ازدواج خانوادیم بکنن. خودم برم ازدواج نمیکنم. ازدواج اینمی مقدر رو نمیخوایم، اینمی زمان هیچ بر من نکنین، بعدها مرا نترسانی نزدیک براتان ازدواج نمیکنم. اگر خداوند بر ما زمینه هایش مساعد ساخت، خودم ازدواج میکنم. در غیر از او اصلا همین شرش از سر شما کم، تکلیفم شما نکشین. بگذارین که همی که یک بار من خودم سر پای خود استاده شدم، روزی که شما مرا تهدید نکردی، روزی که من استقلالیت مادی داشتم که همیشه تو نیست شما زیر دست باقی بانین، روزی کار میکنین و کمایی میکنین و درآمد دارین و میتونین ازدواج بکنین، چرا وار خطا هستین؟ کوشش بکنین خودتان حفظ بکنین. مهمی است که اگر احیانا استقلال مادی ندارین و آدمی هم نیستین که زیاد خودتان بتانین به اصطلاح مدیریت بکنین، با این شرایط باز خوب است همون بد خانواده را شما انتخاب بکنید تا اینکه خودتا اینا کده بدتر نشه. من فکر میکنم از الان برای صحبت شما جرقه در ذهن ما ایجاد شد و من این فکر کردم استاد که اکثرا جوانایی که در معرض تهدید خانواده قرار میگیرن برای ازدواج های اجباری جوانایی هستن که استقلال مادی ندارن. یعنی بزرگترین اخطار آل ایره به عنوان یک واقعیت بین ما بین ما و شما یک میلیون بیننده استاد همی است میگه که ما اگر این امیره گرفتی خوب، اگر نگرفتی من بعد دیگه ازدواج در کار نیست، کل عمر باز مجرد میشه. ترسش از این است که خوب من خالف پول ندارم، کار ندارم، کمایی ندارم، ازدواج هم یک عالم مصرف داره. در جامعه افغانی تا یک میلیون باید مصرف کنی تا ازدواج بکنی. یک میلیون از کجا پیدا بکنم؟ یک نفر به خواستگاری از کجا پیدا کنم که روان کنم؟ اگر اینا قهر و بسلا به غضب باشه، هیچ ایبینش ها معنا نداره. شما تلاش تانه بکنین که خودتان ابتدا سر پایتان استاده بکنین، بعد از او وقتی که شما مستعد شدین تا نستین سر پای خودتان مستقل شوین استاده شوین، بعد از او همه چیز خوب میشه و اینطورم نیست که هیچ کسی بر شما پیدا نشه که خواستگاری نکنه. ان شاء الله هیچ از این مسائل تشویش نشه. استاد بزرگای ما مسابقه های ما نحقی نمیگفتن که اول خانه رو پر ارزان کنیم بعد فکر کنیم. من نمیفهمم این ارزان چه ارتباط داره. ارزان به معنای همو قبلا مثال دادم، پولی که شاید حالا زیاد وارخطا نشه بیننده ما هم یک میلیونه که شما باید پیدا بکنین، اما همیشه شرط نیست که شما یک میلیون مصرف بکنین. شما منتظر کسی باشین که شما را با کل متفاوت‌ها بپذیره و بخواهد. حتی با یک افغانی هم که شده با شما ازدواج بکنه، چون شما را بخواه، نه اون پول بی جان را، نه او پولی که هیچ وقت بر از اونا رفاه و خوشی داده ندانه، نه او مجالس و محافل پرزرق و برق مجلله که قرار شوه که تمامش در اون پول مصرف هتل شوه و بره دیگه خلاص و تو باشی و یک عمر قرضداری و بدبختی. بنابراین من میگم که یعنی کسی پیدا میکنه همون سه تیره با ما استاد گزاره کن، یعنی باز امیر به با عنوان آخرین کلامه بحث امروز ما میگم که ازدواج عبارت است از توانایی تحمل تفاوت‌های همدیگر.
همین را که کردین بفهمین که یک ازدواج موفق دارین. در غیر از اون نه میلیون ها افغانی و نه هیچ آه و نه هیچ دعای خوب و نیک و بد کسی شما رو تغییر داده نمیتونه. تشکر استاد، زنده باشین. پس جوانای عزیزی که بخاطر موندن از طریق صفحه مجازی فیسبوک، کوشش کنین که سرپای خود استاد شوین، خودکفا شوین از نگاه اقتصادی مادی. اما اینو فراموش نکنین که والدین هم در برخی موارد ما را مشوره های بجا و توصیه های خوب میکنن و والدین نهایت عزیزی که مخاطب ما بودن، کوشش کنین منحیث مشاور و راهنما برای فرزندانتون باشین، نه خدای نکرده منحیث کسی که زندگی را برایشان تحمیل میکنین. این بود برنامه امروز رمز زندگی. آرزو میکنم با صحبت های استاد بعضی از رموز زندگی شما گشوده شده باشه و مشکلاتتان حل شود. تا برنامه فردا که انشالله باز هم با یک بحث خیلی جالب و جذاب با شما خواهد بودیم، همه ایتان به خداوند پاک میسپاریم. موفق باشین.